درود رفقا، چطورید بچه ها؟ خوشم به یه ویدیو دیگه از چنل رنگی بچه ها. داخل این ویدیو قرار در مورد تغییراتی که قرار به کلاسیک پلاس اضافه بشه صحبت کنیم و نظرات خودم رو در موردش بگم، پس حتما تا آخر ویدیو با من همراه باشید. همونطور که میدونید کلاسیک پلاس همون ورژنی از کلاسیک ارا هستش، در از نسخه 60 ورلد اف وارکرافت که قراره به صورت پیشرفته کلاسیک ارا عرضه بشه، واسه همین ما اسمشو گذاشتیم کلاسیک پلاس. این اکسپنشن 100% داخل بلیزکان معرفی میشه. ما همه به این اعتقاد داریم که قراره خیلی اکسپنشن خفن و پرطرفداری بشه. کریس متسن روی این پروژه داره کار میکنه و این خیلی هایپ پلیر رو داره بیشتر میکنه و دقیقا ما قراره در مورد این اکسپنشن با هم دیگه صحبت کنیم. میتونم ویدیو رو به چند دسته تقسیم کنم که ما دسته بندی کنیم در مورد نظرهایی که میخوایم بدیم و تغییراتی که باید اعمال بشه در کلاسیک پلاس و تغییراتی که نباید اعمال بشه در کلاسیک پلاس. میخوام با رئیس های جدیدی که امکان داره با کلاسیک پلاس بیاد صحبت کنیم. ببینید دوستان، ما قبلا یه ورژن داشتیم به نام ترتل وو که یه پرایوت سروری بودش، بعد ترجمهش میشه وو لاک پشت. حالا من نمیدونم چه فازی سر این ترجمهش، ولی خب اون دقیقا یه کمی حالت کلاسیک پلاستوری بودش و مثلا کلاس جدید داشت، مثلا ریس جدید داشت، ابیلیتی های جدید داشتن و به نظرم بلیزارد میتونه از اون پرایوت سرور خیلی خوب الهام بگیره. منظور من چیه؟ منظور من در کل اینه که ما داخل کلاسیک پلاس حتما ریس جدید میخوایم و ما داخل کلاسیک پلاس در مورد کلاس ها حتما اسپک های کامل میخوایم. حالا من نمیخوام روی موضوع بپرم و هر کدومشون رو میخوام به صورت مختصر توضیح بدم تا قشنگ متوجه بشیم بچه ها. ریس های جدید بچه ها همون نجات ها هستن، مثل اورک، بلاد الف، نایت الف، هیومن و غیره. مثلا ما میتونیم ریس های جدیدی مثل بلاد الف، گوبلین، مثلا برای آلیانس ها همون درنایی، اینا رو مثلا میتونیم داشته باشیم که خیلی بالتر بشه. ولی خب من بیشتر روی این فکر هستم که بلیزارد یه منظورم مایکروسافت بودش، مایکروسافت بیاد یه سری ریس های جدیدی بیاره که ما تا الان ندیده باشیم ولی همچنان اون شور و هایپ رو داشته باشه. مثلا داخل دراگون فلاید استوری لاینش جوری شده که همه دراگون ها اومدن و هایپش خوابید به خاطر اینکه مردم با دراگون ها آشنایی نداشتن. اینطوری نشه که یه سری ریس های دریوری بیاد بیاره داخل گیم که اصلا مردم باشون آشنایی نداشته باشن، هیچ هایپ براشون نداشته باشن و خود مایکروسافت باید به این فکر باشه که یک دقیقاً ریس هایی رو بیاره، یک کلاس هایی رو بیاره که مردم کاملا براشون میتونن هایپ باشن و دقیقاً اون کلاس ها و اون ریس ها به درد کلاسیک بخوره. نره اووکر دراگون فلایت رو بیاره شبیه سازی کنه به داخل کلاسیک به ما تحویل بده. ما اینو نمیخوایم برای کلاسیک. ما اووکر نمیخوایم یا دمونانتر نمیخوایم. دی اچ اوکیه، ولی خب منظور من اینه که یه کلاس جدید باشه که هایپش بیشتر باشه بچه‌ها. و همچنان در مورد اسپک کلاس ها میتونه خیلی چیزا رو فیکس کنه. مثلا ما داخل کلاسیک ارا پالادین دی پی اس نمیتونیم داشته باشیم داخل رید به خاطر اینکه انقدر پرفورمنسش ضعیف و آشغاله، هیچ کس اصلا همچین اسپکی رو نمیخواد. یا یک مثال دیگه براتون بزنم، دی پی اس شمن کسی نمیخواد داخل کلاسیک ارا. خب چرا بلیزارد همچین چیزی رو نت فیکس کنه و همچین چیزی رو به پلیر ارائه نده تا پلیر ها بتونن دقیقا چیزی که دوست دارن رو بازی کنن؟ شاید واقعا یکی دوست داشته باشه شمن دی پی اس پلی بده یا واقعا یکی دوست داشته باشه پالادین دی پی اس پلی بده بچه‌ها. و همچنان میتونه دوال تالنت رو بیاره. به نظر من دوال تالنت خیلی چیز خفنی میتونه باشه برای کلاسیک ارا، ولی خب اونم باید یه سری فکرای برای خودشون بکنن. حالا اگه اوکی بود میتونن بیارن، اما خب قاعدتا به نظر من خیلی خوبه، چون من همیشه داشتم وقتی که کلاسیک را پلی میدادم، باور کنید بچه ها، اینو باور کنید، خب نصف مشکلم که رید نمیرفتم این بودش که بروگم تالنت پی وی پی بودم و باید 50 گولد میدادم که برم مثلا تالنت پی وی ای، بعد با پی وی ای رید بزنم، ریدم تموم شد دوباره بیام تالنت پی وی پی. پس یعنی یک رید حداقل برام 100 گولد هزینه داشتش و 100 گولد داخل کلاسیک رو خیلیه. خیلی از یوتیوبر و خیلی از کانتنت کریتور رو در مورد مپ های جدیدی که به کلاسیک ارا میتونه اضافه بشه نظر دادن. مثلا با خودشون گفتن که نورسرند رو اضافه کنه یا مثلا خود اوترند رو بیاره داخل آزروس مپاشو. به نظر من همچین کاری رو نباید انجام بده به خاطر اینکه هرچی این فضا کوچیک‌تر باشه خیلی بهتره، پلیرها میتونن همدیگه رو بهتر پیدا کنن و اون حس کلاسیک بودن واقعا بده به آدم. مثلا به نظر من اون جاهای اصلی که باید داشته باشه کلاسیک پلاس رو داره، مثلا استرن پلاگلند،
وینتر اسپرینگ، فلوود، اینا همه جای اورجینال کلاسیک هستن که خیلی خفنن و ما نیاز به مپای جدیدی نداریم که پلیر رو بیشتر پخش بشن داخل یک رال بچا تا بتونیم ورد پی وی پی های باحالتری داشته باشیم، ورد پی وی پی های بهتری داشته باشیم. حالا اگرم میخواد یه کاری کنه بلیزارد، به نظرم میتونه یک مپ ورد پی وی بیاره که هم توش بشه مثل وینتر گراسپ داخل دیچکین، یه همچین مپی رو بیاره که هم بتونیم توش پی وی پی بزنیم، هم بشه داخلش فارم کرد و حالا هر چیز دیگه ای که خود مایکروسافت میدونه. به نظر من میتونه خیلی چیز خفنی باشه اگه اینطوری مپ جدید بیاره، ولی در کل من با مپ جدید اصلا موافق نیستم. حالا که در صحبت مپ شده شو و در کل دنیای بازی، به نظر من مایکروسافت باید در مورد رلم ها خیلی خوب فکر کنه، چون صد صرف شدن رلم باعث میشه که کامل گیم بمیره، مخصوصا اگه اون گیم کلاسیک باشه. منظور من از این حرف چیه؟ منظور من از این حرف اینه که کلاسیک ارا قشنگ و کاملا مردم عاشقشن به خاطر ورد پی وی که داره و به خاطر پی وی پیش که همه همدیگه رو میخوان پاره کنن، همه همدیگه رو میشناسن. یعنی من تو رو میگیرم میکشم، تو همیشه تو ذهنت هستش که لیلبنگی دیوس اومد تو رو کشتش و همیشه دلت میخواد ازش انتقام بگیری، واسه همین این گیم رو زنده نگه میداره. و مثلا من یادم ما قدیما داخل سال 2020 که داشتیم فیزای نکس کلاسیک رو اومده بود خیلی قدیم، ما یه چنل دیسکورد زده بودیم و توش اون آدمایی که مثلا میومدن گنگ میکردن به صورت نامردی با های لول میومدن میکشتن یه نفر دیگه رو میومدیم مینوشتیم و این به نظر من خیلی به گیم کمک میکرد که گیم زنده باشه و کلکل داخل گیم زیاد باشه. و در کل شما بچه ها از دورم ببینید، خب کامل بیاید از دور، پی وی پی گیم رو خیلی میتونه زنده نگه داره. خب این دقیقا چیز کلی هستش، فقط حرف من نیستش و من نظرم هم همینه، اتفاقا با این نظر موافق هستم. پی وی پی کامل میتونه گیم رو نگه داره، پس بلیزارد باید یه فکری به حال پی وی پی بکنه و نذاره سرورها صد صرف شه، یعنی یک طرف کامل هورد باشه، یک طرف صرف تا آلیانس داشته باشه، 100% جمعیتش آلیانس باشه، یک طرف 0% هورد داشته باشه. سرور رو باید 50-50 باشن و هر چی لیر کمتری داشته باشه بهتر هستش. باربر شاپ هم بچه به ای شما نباید بیاره، چون داخل کلاسیک ارا یا داخل همون وانیلای خودمون ما بعضی وقتا وقتی شما رو یه نفر میکشه، شما به طبق قیافه اون یارو یادتون میمونه. و همچنان من میتونم اشاره کنم که ترانسموگ هم نباید بیاره و فقط کشتن و کشتن که نیستش، که شما حتی یک رفیقی میبینید داخل کلاسیک و این باعث میشه اون قیافه‌ای که از اون رفیقتون یادتون هست کمک کنه که شما سریعتر اون رو بشناسید. پس اصلا نباید باربرشاپ و ترانسموگ به نظر من به کلاسیک اضافه بشه، اصلا چیز بیمعنی هستش، کلاسیک دیگه نمیخوایم اینا رسن. خب حالا بحث ریس ها رو کلاس ها و فیکس کردن گیم پلی و مپ ها و این چیزا رو به من بذاریم کنار، میتونم به رید های جدید اشاره کنم که خیلی میتونن خفن باشن. چرا؟ چون مثلا رید های جدید میتونن هایپ خیلی زیادی رو به دنیای وارکرافت کلاسیک بیارن. چرا؟ چون مثلا خب ما تا الان ICC کلاسیک نزدیم یا مثلا کارازان کلاسیک نزدیم و این، ولی اینا چیزایی هستن که راحت بلیزارد میتونه به کلاسیک اضافه کنه. ولی خب به نظر من بیشتر ریدایی رو بیاره که اصلا داخل دنیای وارکرافت وجود نداشته. چرا که نه، چی میشه؟ اتفاقا بیشتر پلیرها هایپ میشن. مثلا چی؟ رید 20 نفره اسکارلت مونستری، یا مثلا رید مثل اوگرا رو میرفتیم میکشتیم مثل داخل گروز لیر داخل تی بی سی، از این رید رو اضافه کنه خیلی به نظر میتونه جالب و باحال باشه، خفن باشه، ما بریم ریدهای جدیدی بزنیم، با دشمنهای جدیدی بجنگیم، چرا که نه. یا مثلا یه دونه ایونت بذاره، مثلا هر سه ماه در میون یه دونه ایونت بذاره که هوردا و آلیانسا به هم دیگه حمله کنن، اصلا یه چیز خفن میشه پسر. یعنی یه انترنس باشه مثل مونتایجال اگه اشتباه نکنم، یه انترنس باشه که ما بریم داخل و داخل اون انترنس مثل رید هوردا رو بکشیم، حالا ام پی سی های هوردا، یعنی اون انمی های هوردی که خودشون ابیلیتی میزن نه پلیر های هورد، و همچنان واسه هوردا برعکس بیان آلیانس رو بکشن، یه اونتوری مثلا هر سمو در میون اینطوری بیاره تا بتونه گیم رو اینطوری هم هایپ نگه داره، زنده نگه داره، هر دفعه یه سری جایزه ها بده و 100% اچیومنت هم به گیم باید اضافه کنه، میتونه خیلی واسه گیم خوب باشه بچه‌ها. چرا؟ چون وقتی که اچیومنت باشه، مثلا من میتونم به این اشاره کنم که پلیرها خیلی از کارهای اضافه رو انجام میدن. مثال براتون بزنم، شما داخل کلاسیک ارا اچیومنت وجود نداره، نمیرید سرول داخل اوریما رو نمیکشه، یا نمیاد مثلا داخل شاه استورویندو یا مثلا شاه آیرون فورج رو نمیکشید بچه‌ها، ولی داخل لیچکینگ، ببخشید اسکی میگم، داخل
پرپچی که داشت ریشکی میومد، یعنی تی بی سی ما بودیم 70 که بودیم، به محض اینکه اچیومنت اضافه شد به بازی و 15 روز دیگه یا 7 روز دیگه خود لیشکین قرار بود ریلیز بشه و خود لیشکین قرار بود باز بشه، ما همین که اچیومنت به بازی اضافه شده بود ما هممون رفته بودیم داشتیم سرول و کینگای استوروین و این چیزا رو داشتیم میکشتیم که برای اچیومنت و مونت خفنی که قرار بود اون اچیومنت به ما بده. پس اچیومنت میتونه گیم رو زنده نگه داره و گیم رو هایپ نگه داره و پلیرها میتونن از گیم بیشتر لذت ببرن. بچا همچنین وقتی که رید های جدیدی بیاره میتونیم به این اشاره کنیم که رپوتیشن های جدیدی میاد، مثلا برای رید اسکالت مونستر یه سری رپوتیشن های جدید بیاره که ما بتونیم با اون رپوتیشن ها مثلا یه سری رسایپ ها برای شغل ها بخریم تا بتونیم با شغل ها برای خودمون گیروی کرافتینگ بسازیم. حالا که به شغل من اشاره کردم، بذارید اینو بهتون بگم که داخل کلاسیک رو ما زیاد شغل و پروفشن ها مهم نیستن. داخل کلاسیک پلاس بیاد لطفاً اینو فیکس کنه، مثلا داخل لیچکینگ این فیکس شده هستش. شما وقتی که اسکینینگ دارین، اسکینینگ به شما کریتیکال ریتینگ میده. وقتی که ماینینگ دارین، ماینینگ به شما استامینا میده. وقتی که جیل کرافتینگ دارین، جیل کرافتینگ به شما جمای خفن میده. یا مثلا انجینیرینگ دارین، قدرت‌های خفنی به شما میده. مثلا میتونید روی بس خودتون هد بسازید، یا میتونید مثلا روی هندتون انچنت هیست بذارین. کس دیگه اینو نمیتونه بذاره خوب، و همچنان واسه پروفشن های دیگه. پس اینا رو میتونه به کلاسیک پلاس اضافه کنه تا بتونه یک به قول معروف اهمیتی به پروفشن ها بده. در واقع پرفشن ها آنچنان اهمیتی داخل کلاسیک پلاس نداره بچه. در مورد آرنا بچه، من خیلی فکر کردم که آرنا 2-2 مثلا بیاره، یا مثلا آرنا 3-3، آرنا 5-5، یا مثلا باتل گراند ریتد بیاره از این داستان ها. والا به نظر من اگه بخواد این کار رو کنه خیلی باید روی فیکس کردن ابیلیتی ها و این چیز هم ابیلیتی کلاس هم کار کنه، چون مثلا اینطوری نشه که مثل دراگون فلایت فقط یه سری از کلاس ها میتونن میسیگ ریتینگ بالا رو بگیرن. یا مثلا اگه دراگون فلایت بازی نکردید و حرف من رو متوجه نمیشید، اینطوری نشه که یه سری کلاس ها فقط بتونن متا باشن و همه رو بگیرن پاره کنن و فقط یه سری تیم ها خیلی خفن باشن، همه بتونن با هم دیگه بازی کنن. اگه بخواد آرنا رو بیاره، اگه نمیخواد بیاره که اوکی. و همچنان باید به این اشاره کنم که لطفاً نیاد یک دفعه دانجن فایندر بگیره کنه بشینه داخل اوگریمور بشینه لول اپ کنه. کلاسیک یعنی اینکه تو بری لول اپ کنی. پس کوچکترین ضربه‌ای که به لول اپ بزنه کامل ریده به گیم. حتی وقتی که 60 شدی سامنستون نباید بیاره، چون که حتی این پلیرها وقتی که داخل ورد خودشون باید برن از استوروین باید فلای بگیرن به استرن پلاگلند به خاطر اینکه یه دونه دانجن بزنن، خودش باعث میشه که گیم زنده باشه. خب گیم احساس این رو بهت بده که زنده هستش و ورد شلوغ بشه، این رفت اومد بشه، بره بیاد. من روگ دیوس که میخوام ورد پی پی بزنم، برم جلوی یک انترنس باشم، هر کی داره میاد نذارم به دانجنش برسه. خب از این دیوس بازی ها باید باشه داخل گیم، نباشه اصلا گیم دیگه مزه نداره. در مورد ریس های جدید گفتیم، کلاس های جدید، فیکس کردن کلاس ها، مپ های جدید، در مورد رید های جدید، فکشن های جدید، چطوری باید رلم ها رو جور کنه، لیر کم بذاره، اووردن آرنا و LFG تولز و این چیزا، اینا بچا به نظر من همه کلی در موردشون صحبت کردیم و من دیگه نظرم چیز دیگه نمیرسه، فقط اینکه جوری کلاسیک باید باشه که پلیرها بیشتر با هم کامیونیکیت کنن. و اصلا این کامیونیتی کلاسیک جالبیش به خاطر اینه که تو وقتی یک دانجن رو میخوای جمع کنی کامل باید LFM بزنی و هیچ چیز دیگه ای نیست که به تو کمک کنه. یا اینکه ورد چت رو باز میکنی، اصلا ورد چت خودش یه دنیایی هستش که مردم با هم دیگه شوخی میکنن، در مورد چرت و پرت ها حرف میزنن، در مورد گیم حرف میزنن، در مورد مثلا یه چیز خنده‌دار حرف میزنن، در مورد جام جهانی فوتبال حرف میزنن و تو میتونی ببینی انگار مثل یک رادیویی که داره جوک میگه، میتونی چت ها رو بخونی و لذت ببری. اصلا خیلی کامیونیتی گرمی داره کلاسیک. و بلیزارد منظور مایکروسافت نباید به این کامیونیتی ضربه بزنه. کوچکترین ضربه‌ای که مایکروسافت به کلاسیک پلاس بزنه میتونه این گیم رو خراب کنه. خیلی الان پلیرها حساس هستن، حساس شدن که این مایکروسافت مثلا چه حرکتی قرار بزنه در مورد این کلاسیک پلاس. و الان روی کلاسیک ارو خیلی غیرتی هستن، یعنی کوچکترین حرکت مواجه میشه با پاره شدنش. یه وقتی کسخل نشه بیاد ووتوکن بیاره داخل بازی، میگیری چی میگم، از این حرکت ها نزنه. حالا سب در آخر باید ما ببینیم که خود مایکروسافت قراره چه چیزی به ما ارائه بده و قراره چه چیزی برای ما بپزه. بچه ها مرسی که ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. خیلی ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید، اگه دوست داشتید کانال منو سابسکرایب کنید، اونم اگه دوست داشتید داخل کانال دیسکورد ما جوین بشید. تا ویدیو بعدی بچه‌ها، خدافظ.